سلام چطوری بچه ها محمد شالی هستم خیلی خوش اومدیم به جلسه دوازده هم از پکیج دیاگرام و یه جلسه خیلی خیلی مهم بریم سراغ آموزش هرچه چه تر و یه نرسال جای قرار به معرفی بکنم قبلش حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید ویدیو رو مرسی از همتون بریم سراغ آموزش خب بچا این جلسه قراره یه نرم افزار خیلی خیلی جدیدی یاد بگیرید و واسه تولید دیاگراماتون خیلی تاثیر میذاره داخل کاراتون و خب پکیج دیاگرام معمولا شاخه به شاخه است یعنی اینکه ما شاخه به شاخه میریم نرم رو در واقع ازشون دیاگرام تولید میکنیم و فقط در حد کاری که کارمون را بیفته یادش میگیریم مثلا لازمیه کل نرم افزار یاد بگیریم پس این نرم که خب من معرفی میکنم فقط در حد همین حدی که در واقع من بهتون میگم استفاده کنید به نظر من اوکیه خب از جلسات پیش ما فکر میکنم این جلسه بود که پنج تا سایت برتر رو در واقع گفتیم بهتون که چجوری دیاگرام های آب و هوایی و دیاگرام که واسه سایت پلان و اطلاعات سایت پلان و چیزهای دیگه هست و چجوری در بیارید و استفاده بکنید اینجا کامل توضیح دادیم این جلسه یکم مربوطه به اون جلسه ولی خیلی جذاب تره اینجور دیاگرام رو شما دیدید داخل بعضی از شیت ها میبیرد اینجا رو اگه الان یکم بزرگتر بشه من بهتون کامل نشون میدم این دیاگرام هستن که حالت مثلا باد رو نشون میده رطوبت هوا رو نشون میده نمیدونم داده هایی که واسه هفتگی ساعتی واسه رطوبت واسه باد حالا هر چیزی که هستش حرارت و چیزهای دیگر رو کامل نشون میده بهمون اینا رو میبینید اینا را مثلا این حالت انگار توپوگرافی اینا خب ما چجوری اینا رو میتونیم به دست بیاریم مثلا توی عکس بعدی نگاه بکنید اینا رو این بالا رو نگاه بکنید میخوایم دقیقا از همچین چیزایی ما خروجی بگیم و داخل شیت داخل دیاگرام بیایم استفاده بکنیم و در واقع داخل تحلیل که انجام بدیم در واقع بیایم خیلی مثلا با در واقع با مدرک مثلا به اون طرف مقابل بگیم که آقا این کار ما با سنده و در واقع اطلاعات ما کامله برای تحقیق کردن مثلا اون سایت پلان یا اون شهر برای برای ببخشید داخل پورتفولیو و چیزاتون خیلی به درد میخوره اسمش اگه فراموش کرده باشم الان اسمش یادم نمیاد مثلا داخل مسابقه و چیزهای دیگه خیلی به درد میخوره داخل پایاننامه نامه اینا واقعا به درد میخوره میبینی رو اینا کاملا مثلا میاد فرکانس های باد رو نشون میده مثلا شهر مثلا تهران به چه صورته اصفهان چه جوریه شیراز چه جوریه کل شهرهای ایران هم ایران هم خارج از کشور ه... کل کره زمین شما رو میتونید با این نرفزاری که بهتون میخوام معرفی بکنم کامل این اطلاعات رو به دست بیارید و ببینید اینجا یه سری نمونه هستش و اینجا ببینید داخل شیت های تحلیلی شیتی که واقعا میخواد تحلیلی باشه و به کل جزئیات بپردازید اینا واقعا به درتون میخوره مثلا ببینید این ها. اینجا نگاه بکنید نگاه کنید داخل شیتش همچین چیزی ما داریم یکی کم آره نگاه بکنید کمی میانگین بارندگی باشه بعضیاش نگاه کنید اینا رو چقدر خوشگل خوبه اینا رو نگاه کنید با کلی اطلاعات و اعداد و ارقام اینا همه اومده نشون داده به ما خب اینا خیلی میتونه به نظر من جذاب باشه اگه بخوایم همچین چیزهایی بچه ها بیایم تولید بکنیم و در واقع داخل شیتا و داخل کارامون بیایم استفاده بکنیم یه نرم افزار که نرم افزار اکوتکت آنالیز 2011 دیگه این برای شرکت که که از 2011 بیشتر دیگه تولید نکرده اصلا اون کلا متوقف شده و ما راحت میتونیم اینا رو در بیاریم اصلا با اون ورژن و این چیزاش اصلا کار نشته باشید ببینم بازم اگر داشته باشه بهتون نشون بدم نگاه کنید اینجا رو اینا رو نگاه بکنید اینا همه تحلیل های آب و هوایی این همش هست و من شیتو بسته و خیلی چیزهای دیگه خب بریم سراغ این نرم افزار من نرم افزار رو باز میکنم البته قبلش من داخل کانال تلگرام فایل نصبیش رو براتون میذارم کرکش براتون میذارم که بتونید حالا من خودم اصلا نمیدونم چرا برای من کرک نمیشه برای من کرک نشد هر کاری کردم جفتش هم امتحان بکنید هم 32 بیت هم امتحان بکنید هم 64 رو من واسه من که کرک نشده حالا شما هم بازم تست بکنید چون اصلا کرک هم نشه بازم کار میکنه اوکی فقط حالا تایم داره دیگه و اینکه میزن داخل کانال تلگرام حتما حتما اه... کانال تلگرام رو داخل دیسکریپشن همین ویدیو اه... لینک کانال رو میذارم که عضو بشید و دانلود بکنید رو باز میکنم من رو کراکش که مهم نیست خب بچه یه سری ما نمیتونیم الان بیایم که مثلا مثلا آمریکا رو نمیتونیم بیایم اطلاعات رو به دست بیاریم که مثلا خود از کجا بیم تحقیق کنیم چه جوری آب و هواش و چیزهای دیگر اصلا نمیتونیم به دست بیاریم الان هیچ اطلاع مثلا من الان هیچ اطلاعاتی اصلا مثلا درباره مثلا تهران ندارم که آب و هواش تو سالهای مختلف چجوریه سایتی هم نیست که بیا به ما نشون بده اینو برای همین یه سری سایت ها هستن مثلا سایت های خارجی میان اطلاعات رو به صورت فایل در اختیار ما میذارن که ما وارد نرم افزار میکنیم که بتونیم از این در واقع خروجی بگیریم این سایت اینو سایتش رو بزنید دقیقا همینو خب این سایت رو برای شما باز میکنه خب اینجا میایم پایینتر آره مثلا شما کجایید کجای کره زمین آسیا آفریقا نمیدم آمریکای شمالی آمریکای جنوبی اروپا هر جایی که هستید کافیه کلیپ بکنید رو، روی اون مثلا آسیا که ما هستیم کشورهای مختلف رو اینجا برای ما میاره میبینید کشور مختلف رو میاره ایران رو اینجا پیدا میکنیم اینجاست اینا اطلاعاتیه که واسه ایرانه کل شهرهای ایران همه جاشو اینجا اطلاعاتشو زده مثلا زنجان، یز، آذربایجان، تهران، سمنان حالا من دیگه نمیخونم همه رو همه رو داره بچه ها حتی مثلا برم پایین مثلا اردبیل رو نگاه کنید مثلا پارساباد داره مثلا دیگه ریستر هم شده شده حتی شهرهای کوچیک هم در نظر گرفته این مثلا بوشهره شاید مثلا یه, جا... یه جاهایی از بوشهر هم هستش که به شما در واقع میاد اونو ارائه میده شهرهای کوچیکتر بوشهر یا روستاهاشو میاد به شما نشون مثلا تهران مثلا مهرابادو داره این خیلی خوب خوب و مهمه دیگه من همه اینا رو بچه دانلود کردم براتون اینجا براتون گذاشتم داخل اون فایلی که دانلود میکنید این اوتودسکو اینجا من گذاشتم 190 تا فایل زیپ زیپ که کل شهرهای ایران داخلش است اگه دوست نداشتید از این استفاده بکنید میخواید راحت اینجا بگردید میاد اینجا میزنید دانلود رو میزنید اینجا خودش پایین براتون دانلود میکنه و خیلی راحت و اینجا دیگه همه چی داره دیگه کافی شما برید داخل این سایت و مثلا آمریکای مثلا جنوبی مثلا خیلی جا میتونید برید کلمبیا نه کنید خیلی اصلا همه جا رو داره کل کره زمین رو داره دانلودش کردید دیگه الان دیگه هیچ کاری ندارید الان دیگه دانلودش کردیم یعنی داریم ما دانلودشو مثلا من میام اینجا اینا دیگه دانلود کردم مثلا تهران رو من پیدا میکنم تهران که حالا بچه ها بیشتر اونجا هستن یه سری اینجا فایل هست خب من یه نیوفوله تهران هم درست کردم اینجا میام کل این فایل ها می رو میگیرم شیف رو میگیرم اینو میگیرم میندازم داخل این فایل که از زیپ در بیاد خب دیگه کار نداریم با اون هر شهری خواستید خودتون راحت میتونید بیاد اینجا اصلا شهر خودتون رو پیدا کنید بعضیا نمیدونم شیرازن اصفهانن نمیدونم اردبیلن آذربایجان هر دو که هستن ان همیشه سلامت باشن نکنید یه سری اینجا فایل داریم ما که پسمنده مختلفی داره مثلا ای پی دبلیو نمیدونم این فایل اصلیشه که دبلیو ای ایه. که ما وارد این نرفزار میکنیم ولی بعضی موقع ها این برای ما نمیخونه ما باید بیایم در واقع تبدیلش بکنیم یا از یه پسوند دیگه استفاده بکنیم ناکنی بچه ها این افزار خودش به صورت اتوماتیک داره مثلا سان فرانسیسکو رو اینجا داره کالیفرنیا نیویورک رو داره نمیدونم میامی یا داره خودش شهرها داره به جز ایران که هیچ مشکلی نداره ما دانلود کردیم و میای استفاده میکنیم نگاه بکنید مثلا تهران اگه من اینجا پیدا بکنم عالی میشه اینهاش آره که بچه ها من این فایل میزنم روش نه کنید اختار میده برای من شما حتما این تست بکنید ببینید برای شما اختار میده یا نه اگه نداد که اوکیه اگر برای اونایی که اختار دادش میان داخل این در واقع این گزینه این کره زمین رو میزنن میان داخل این صفحه و اینجا فایل رو میزنن اینجا اوپن رو میزنن و میان پایین مثلا همون فایل رو من انتخاب میکنم مثلا میبینید اینجا هم همون فایل ها الان اینجا هم بزنم باز میکنه ولی میخوام بیام اینجا اینو در واقع پسفندش تغییر بدم مثلا بزن رو روی ای که داشتیم ای پی میبینید داریم ما روی این کلیک میکنم اوپن میکنم میگم کل این اطلاعات رو من میخوام ببینید کل اطلاعات تهران مهرآباد برای من اینجا بارشنها کنید تهران مهرآباد و اینجا هم هستش ایران تهران مهرآباد همه ی اطلاعات برای ما آورد اطلاعات کل سالهایی که هستش و آوردش و خیلی به نظر من جالب و جذابه خب اینجا ها یه سری اینجا اطلاعات زده در واقع برای ما اون داده های مکان اون فایلی که وارد کردیم یعنی تهران رو برای ما وارد کرده با این کار نداریم میان پایین تر داده های باد رو به ما گفته که باد توی اون در واقع شهر برای ما چجوریه نا کنید بچه دقیقا همون چیزی که ما اینجا داشتیم و نگاه بکنید نگاه بکنید اینو دقیقا همینه حالا این احتمالا یه شهر دیگه است میبینید کامل اینجا ما اینو نشون داده نگاه بکنید دقیقا همینه خب من اینجا توضیح میدم بهتون که هر گزینه در واقع برای ما چی کار میکنه و چه اطلاعاتی به ما میده خب بچه اینجا به ما یه سری میانگین رطوبت مثلا حداقل دما رو ما میگه مثلا میانگین درجه حرارت رو میگه حتی اکثر درجه حرارت ما میگه یا مثلا میانگین دما رو ما میگه خیلی چیزهای مختلف رو اینجا ما نشون میده که حالا میتونی حالا معنی بکنید و اینجا مثلا بارندگی اینا نمیدونم دماست اینا اینا کارو میتونی اینجا استفاده بکنی نگاه اگر اگه من رو این کلیپ بکنم سمت راست نگاه بکنید این تغییر کرد رف روی میانگین دمای باد میان پایین تر مثلا اینو میزنم مثلا فکر میکنم میاد روی رطوبت نسبی تقریبا رطوبت نسبی ما نشون میده و اینجا مثلا میزان بارندگی بارندگی نشون میده شما میتونید بچه ها بیاید اینجا و از این یه عکس بگیرید عکس چه جوری میگیرن من بذای فتوشاپ باز بکنم اول مثلا میخواد این خروجی بگیرید بذای من این فتوشاپ باز بشه بهتون توضیح بدم ببین بچا اینجا یه سری گزینه هست اینجا تیک داره می‌بینید اعداد و دقیق به ما میگه اگه زوم هم میتونید بکنید ها، اصلا هیچ مشکلی نداره مثلا خیلی دور هم میتونید بشه یا خیلی راحت اینجا فیتش میکنید و اینجا براتون میاد من اینجا یه دونه یه صفحه هم باز میکنم به این صورت خب بچه ببینید این عکس دوربین اینجا میبینید اگر اولیو بزنید برای ما اینجا الان کنتر وی رو بزنم ببینید با بگیراند سفید برای ما میاره اگر این بگیراندش اگر بگیراندش من مثلا بذارم روی که بگراندی بزنم سفید برام میاره کافی اینو مثلا بزنیم روی چی بزنیم روی مولتیپلای پلای یه جاهای مختلف دیگه هم فکر میکنم بشه ببینم اگر روی ملتی پلای نمیخواید باشه میاد اینجا این سلکت رو مثلا کالر رنج رو می مثلا میگید آقا اینجا برای ما این هر چی سفید است انتخاب بشه میبینی هر چی سفید برای ما انتخاب کرد و حالا میتونید دکمه دیلیت رو بزنید و دیلیت کنه ببینید راحت برای ما این تبدیل پی شد و راحت میتونید اینو بزرگ کوچیک کنید مثلا بذارید داخل شیتتون حالا کیفیتش الان اونقدر زیاد نیستش چون این ابعاد کاغذ من کوچیکی به خاطر همین رزولوشن فکر میکنم که کم باشه و میبینید بچه ها خیلی راحت میتونید اینا رو به دست بیارید و اینا رو میتونید مثلا این درجه مثلا بارندگی که اینجا هست بر حسب میلی میگه آقا اینقدر برای ما حالا من با این عب... اندازه های اصلا کار ندارم ما. چون اصلا نمیدونم الا دقیقا چقدر باریده و کجاست فقط شما مثلا یکم دقت کنید مثلا داخل کاراتون مثلا خیلی از مثلا این اطلاعاتی که اینجا میده داخل کاراتون خیلی میتونه تاثیر بذاره حالا دیگه این عباد اندازه ها این درصده که ازش اونا دیگه به عهده خودتون که ببینید آیا به درتون میخور یا... یا نه اگه به درد نخور میتونید اینجوری خاموشش بکنید و اینم همینطور اینجا مثلا میاد ساله مختلف رو میگه مثلا آپریل باشه به این صورته مثلا روزهای مختلف و ساعتهای مختلف مثلا میگه مثلا ساعت هشت به این صورته بارندگی اینجوری بوده تو آپریل به این صورت ما اینو اینجا داشتیم خب و حالا میخوایم بچه ها ما همه اینا رو مثلا تمپرچر رو میخوایم در واقع بیایم اون دمای باد و همه رو با هم دیگه داشته باشیم باید چی کار بکنیم میایم اینجا آره این گزینه رو میزنی کل ماها میگه شو مانس یعنی کل ها رو من به تو نشون بدم میگه آره این کامل به ما میانگین دمای باد و تو کل ها به ما نشون میده ببینید همهشون با هم متفاوته حالا میتونید اینجا بیاید بارندگی رو بذارید مثلا میگه بارندگی اینا میگیم کل سال مثلا حالا ساعت 6 مثلا یا مثلا ساعت 10 اینجوریه جوریه میبینید دو 12 ماه اینجا ما میاره و اینجا میبینید کامل برای ما اینجا هستش این گزینه این که اینجا گفتم بک‌گراند سفید بود این گزینه اینجا بک‌گراند مشکی الان بیایم اینجا من من این یه فولدر دیگه باز کنم نه سانتیمت بذارم پنجو در هفتو سی ست. اوکی خب الان اینجا کنترل وی میزنم اینجا برای ما این میاد میبینید خیلی خوب میتونید بیاید در واقع از این استفاده بکنید و کیفیتش هم خیلی خوبه چون رزولوشن رو بردم بالا ببینید کیفیتش هم خیلی خوبه به نظر من حالا مثلا میتونید بذارید مثلا رو مولتی یا بیاید دقیقا همینو بردارید بهتون گفتم سلکت کالر رنج میزنم و دیلیتو میزنم و این پاک شد یا نه آره ببینید کامل به ما اینو الان اینجا ما به ما داده که میتونیم بیایم ازش استفاده بکنیم اگه دوستایی میتونی حالا بک گراند هم باشه اصلا مهم نیستش و این همین این گزینه همین کار رو برای ما انجام میده و خیلی خیلی هم به نظر مهمه با اینو بچه یکم در واقع بازی کنید با این گزینه‌ای که اینجا هست ببینید هر کدوم چی کار میکنه و به چه شکله صد همش به دردتون میخوره باشه این گزینه که اینجا هست به نظر من خوبه ها داده های ساعتی رو به ما نشون میده ولی گرافیک خوبی نداره من چون گرافیک برام خیلی مهمه مثلا این گرافیکش خیلی قشنگ تر بود نسبت به این این زیاد به نظر من جالب نیست ولی خب اینم یه سری اطلاعات رو به ما میده و میتونید ازش استفاده بکنید داخل کاراتون دیگه حالا توضیح نمیدم که هر کدوم چه کاری برای شما انجام میده بچه اینجا یه گزینه من یادم بف این اه, این گزینه برای ما چیز نشون میده ها میاد چهار تا گزینه ای که اینجا هست یعنی مربوط به فرکانس باد رطوبت نسبی میانگین اه, بارندگی و میانگین دمای باد ما نشون میده که اینجا هستش دیگه میانگین دمای باد اه, فرکانس بادو ما نشون میده اینجا مثلا میاد به اون رطوبت نسبی نشون میده و اینجا هم به ما می, اه, میانگین بارندگی رو که گفتم به ما اینجا نشون میده و اینجا هم میتونید بازم تنظیم بکنید و اینجا هم همین بریم بعدی گزینه بعدی بچه ها خیلی گزینه جذابیه که من خیلی علاقه دارم بهش و به نظر من خیلی خوبه که داده های هفتگی ما میده و میبینید کامل میتونید بچرخونید اینو این دقیقا مثل همینه که داده های باد ما میده گزیناش دقیقا مثل همونه که اینجا باز یه سری مثلا سرعت باد نمیدونم نقل دما و خیلی چیزهای دیگر اینجا ما داریم که مثلا ابر و اینجور چیزها رو و میزان بارندگی به ما اینجا مثلا میاد نشون میده ببینید جا رو خیلی زیاد شد مثلا میاد من انتخاب میکنم آره مثلا میزان دما خب به این صورت و خیلی خوشگل و به صورت دیاگرام این حالت داخل, داخل نفسار اکسل هستش که برای حساب دار یا مثلا یه نمودار میده اینم هم دقیقا واسه آب و هوا خیلی به نظر من جذابه و اینجا میتونید نها کنید این حالت نرم بودنش رو به این ببرید نها الان بزنم نرم میشه اینو بزنم کامبل اون ایجایی که روش داره از بین میره اینو بزنم اون رنگی که داره بین میره و اینو بزنم یه سری به ما به صورت توپوگرافی میده نها کنید به این صورت نها کنید خیلی خوبه این از این شما میتونید راحت بیاد استفاده بکنید داخل کاراتون و به نظر من خیلی جذابه دقیقا بچه ها همینه که اینجا بهتون نشون دادم نگاه کنید اینهاش. هاش نهاش اینجاست دقیقا همون چیزایی که اینجا نکنید. کنید دقیقا همین ها رو اومده اینجا استفاده کرده حالا میزان بارندگی و نمیدونم میزان باد و نگاه بکنید اینو شما میتونید از اینجا مثلا بیاد یه عکس بگیرید و از این استفاده بکنید یا اصلا به این صورت استفاده بکنید از این حالا دونه دونه اینا رو بچه ها امتحان بکنید هر کدوم یه گرافیک خاصی داره گرافیک های خیلی جذابی داره به نظر من و همه اینا رو مثلا برای, برای تهران اینا احتمالاً واسه اصفهان شیراز 100 درصد خیلی فرق میکنه با این مثلا همینو اگه بخواید شما همه سالهای مختلف رو اینجا داشته باشید حالا نکنید اینجا رو میتونید کم و زیاد بکنید این تعدادشو اسکیلشو اسکیلش و این برای خیلی جذابه مثلا شما میتونید بیاید اینو کنید خیلی دیگه زیاده میتونید به شوال رو بزنید ناکنید بچه ها همه رو به شما نشون میده اینجا میتونید اینجا بچرخونید به این صورت با یه اسکرینشات بگیرید یا اینجا یه نه عکس بگیرید و همه رو داشته باشید ناکنید اگه من الان از این یه اسکرینشات بگیرم الان گرفتم یه کپی گرفت کنترل وی اینجا میزنم ببینید واقعا خیلی خوبه شما از همین بچه ها از همین راحت میتونید بیاید استفاده بکنید داخل کاراتون اینو مثلا به این صورت مثلا بذارید اینجا خب مثلا شیت معماری دارید میتونید بذارید اینجا مثلا سرعت باد این شکلیه مثلا اینا رو البته میتونید بازم تغییر بدید ها. مثلا سرعت باد اینجوریه دوباره از این مثلا یه دونه دیگه عکس میگیریم میایم اینجا اینجا کنترل وی میزنیم اینو میزنیم اینجا حالا من همینجوری دارم رندوم میچینم مثلا اینو یه اکس میگیریم ازش میایم اینجا کنترل وی دیگه بچه کلی اطلاعات بهتون میده ها خیلی اطلاعات بهتون میده اینجا مشخصات رو میزنه براتون ناکنید دیگه اصلا لازم مشخصات بنویسید اگر فونتش خوشتون نیومد میتونید پاک کنید و دوباره خودتون بنویسید ناکنید با کیفیت خیلی خوب به شما اینو میده مثلا میایم اینجا مثلا اینو مثلا میزنیم این جلسات بچه ها فقط در حد معرفی اون نرم افزار و کارایشه جلساتی که ورکشاپ نزدیک بشیم کل اینا رو میخوایم بیایم مثلا شهر تهران رو مثلا انتخاب میکنیم یه سایت پلان اونجا انتخاب میکنیم و میشینیم دقیقا کل اطلاعات مربوط به دیاگرامش اونجا کاملا میاریم ناگهان اینو اینو دیگه خیلی زیاده یعنی کمش میکنم حدودا که مثلا اینجوری بشه اسکیلش یا اکس میگیرم اینجا و میام اینجا کنترل V نگاه کنید به نظر من خیلی جذابه واقعا داخل کارامون خیلی میتونه تاثیر بذاره ناکامی با کیفیت خیلی بالا این شاید خوبه واقعا به نظر من همه باید داخل همچین چیزهایی داشته باشن اگر هم دوست داشتید کل اینا رو یه دفعه بیاد بگیرید اینجا دیگه اسکلش رو نمیشه کم و زیاد کرد کل اینا رو بگیرید بیاد اینجا کنترل وی بزنید همش با هم بیاد اینجا البته باز کیفیتش دیگه فهم میکنه دیگه کیفیتش یه کمیت پایین ولی خیلی جالبه یه دفعه اینو میذارید بالای تا همینجوری مثلا میمونه و دیگه لازم نیست خیلی اسکرین بگیرید قسمت پایینم خوبه ولی گرافیک خیلی قشنگی نداره به نظر من و داده های اون داده های ماهانه رو میده و من زیاد خوشم نمیاد ازش و تنها در واقع دیتا هایی که این نرافتار من میده اینه که خیلی خوشگله خوبه و اینه که سرعت بادو و چیزهای دیگر رو من نشون میده به نظر من این خیلی جذابه بقیه یعنی این و این گزینه آخر که مربوط به داده های ماهانه است زیاد جالب نیست ولی خب شما میتونید بیاید استفاده بکنید و داخل کاراتون میتونید بیارید و, و در واقع به کاراتون یکم جلوه بدید همش دیاگرام و رندر و پلان و این چیزا نباشه قشنگ اون شهر رو آنالیز میکنید و داخل کاراتون ازش استفاده میکنید و و صدرصد خیلی هم داخل پورتفولیو ها هم داخل نامه ها و هم جلب توجه اون کاری که دارید انجام میدید صددرصد اون کارفرما اون استاد خیلی در واقع کنچکاف میکنه که اینا چیه و خیلی برای شما در واقع خوب میشه خب بچه مرسی که تا آخر ویدیو با هم بودید لایک like و کامنت و سابسکرایب یادتون نره مرسی از همتون منتظر جلسه بعد باشید حتما و فعلا خدا نگهدار.